اینکه ذرات دارای ویژگی هایی هستند که خیلی با عقل جور در نمیاد، خیلی عادی نیست، خیلی نرمال نیست، ولی واقعیه. به ما نشون میده که ساختار واقعیت فیزیکی اونجوری که ما میپنداریم و ظاهرا به نظر میرسه نیست. زندگی یا واقعیت یه جور دیگه کار میکنه. حالا امروز این بحث تکمیل میشه و به کاربرد این مفاهیم تو زندگی نزدیک میشه. هرچند که حواس ظاهری ما چیز دیگه ای رو درک میکنه، با عقل جور در نمیاد رفتار ذرات کوانتومی، ولی واقعیه. ساختار واقعیت اینجوری عمل میکنه. حالا کمی میریم جلوتر متوجه میشین که این به چه درد میخوره، این حرفایی که میزنیم به چه درد میخوره، تو زندگی به چه دردمون میخوره. ما بحث جلسه قبل رو یه تیکه آخرش باقی موند، اون تیکه آخر رو من تکمیل کنم. جلسه پیش آخرین قسمتی که با هم راجبش صحبت کردیم راجب رفتارهای عجیب میدان کوانتومی و ذرات کوانتومی بود، یادتون هست؟ اسلاید آخر آخریه، رفتارهای عجیب ذرات کوانتومی دارای ویژگی هایی هستند که این ویژگی ها عادی نیستن، غیر عادی هن، عجیب هن، ولی واقعی هن. حالا امروز این بحث تکمیل میشه و به کاربرد این مفاهیم تو زندگی نزدیک میشیم. و یه خاصیت دیگه، ذرات کوانتومیک هرگاه در موقعیتی قرار میگیرن که ممکنه در دو وضعیت بتونن قرار بگیرن، در کدوم قرار میگیرن؟ در هر دوتا قرار میگیرن. باز هم اگر در موقعیت جدیدی قرار بگیرن که بخوان دو وضعیت جدید دیگر رو تجربه کنن، کدوم رو تجربه میکنن؟ در آن واحد هر دو رو. این ربط پیدا میکنه به مفهوم جهانهای موازی که بعداً بهش میرسیم. و اینکه ذرات دارای ویژگی هایی هستند که خیلی با عقل جور در نمیاد، خیلی عادی نیست، خیلی نرمال نیست، ولی واقعیه. به ما نشون میده که ساختار واقعیت فیزیکی اونجوری که ما میپنداریم و ظاهرا به نظر میرسه نیست. زندگی یا واقعیت یه جور دیگه کار میکنه. در واقع مکانیک کوانتومی یا کوانتوم فیزیک از این جهت حائز اهمیته که با اینکه خیلی عجیبه، خیلی غیر عادیه، ولی به طرز وحشتناکی درسته، چون درست کار میکنه. عرض کردم تمام پروژه ها و همه ایده هایی که بر اساس مکانیک کوانتومی یا کوانتوم فیزیک طراحی شده درست کار کرده و درست از آب در اومده. ما هیچ تکنولوژی نداریم که از بعد از دهه 20 و 30 میلادی، 70 سال گذشته بر اساس این مفاهیم طراحی شده باشه و کار نکنه. هیچی نداریم. به طرز وحشتناکی درست کار میکنه. این ذرات واقعا اینجوری کار میکنن. واقعیت ساختارش اینجوریه واقعا. هرچند که حواس ظاهری ما چیز دیگه ای رو درک میکنه، با عقل جور در نمیاد رفتار ذرات کوانتومی، ولی واقعیه. ساختار واقعیت اینجوری عمل میکنه. حالا کمی میریم جلوتر متوجه میشین که این به چه درد میخوره، این حرفایی که میزنیم به چه درد میخوره، تو زندگی به چه دردمون میخوره. و در واقع این رفتارهایی که عرض کردم، مثلا یکی از رفتارهای دیگه ذرات کوانتومی رو بهش میگن کوانتوم تانلینگ، تونل زنی کوانتومی. دیگه خیلی عجیبه. تونل زنی کوانتومی یعنی ذرات میتونن از مانعی که از منظر فیزیک کلاسیک عبور از آن مانع غیر ممکن است عبور کنند. فرض کنید که شما یه تیکه سنگو برمیدارید، با سرعت پرت میکنید به سمت یک دیوار، و هر بار که این سنگ رو پرت میکنید، سنگ به دیوار برخورد میکنه و هرگز از دیوار عبور نمیکنه.
ولی یک بار که سنگ رو پرت میکنید، سنگ ناپدید میشه و در طرف دیگه دیوار پدیدار میشه با سرعتی بیش از سرعت نور. یعنی یک لحظه سنگ اینور دیواره و لحظه بعد سنگ اونور دیواره. تونل زنی کوانتومی یکی از نتایج بنیادی مکانیک کوانتومی است. تمام ذرات میتونن تونل زنی کنند، مثل الکترون ها و پروتون ها. جدیدترین آزمایش نشون میده که ذرات با سرعتی بیش از سرعت نور میتونن از دیوار عبور کنن. این مطلب هم در مجله علمی نیچر در جولای 2020 و هم در مجله علمی کوانتوم در نوامبر 2020 منتشر شد. عنوان و آدرس هر دو مقاله رو اینجا براتون گذاشتم. تونل زنی کوانتومی دیگه خیلی عجیبه. یعنی ذرات یه لحظه یه جایی هستن، لحظه بعد همون ذره یک جای دیگه است. یک لحظه اینجاست و لحظه بعد اینجا نیست و همزمان در یک نقطه دیگه از فضا قرار داره. به این میگن کوانتوم تانلینگ، تونل زنی کوانتومی. یه لحظه یه جای هست، یه لحظه یه جای دیگه که یه جای دیگه است. و اگه ما الان زنده هستیم به دلیل کوانتوم تانلینگه. میدونین چرا؟ مثلا این توضیح باشه بهتون کمک کنه که بدونید بدن شما یک ساختار کوانتومیه. بدن انسان یک ساختار کاملا کوانتومی است. ببینید تمام اعمال حیاتی، تمام اعمال حیاتی توسط آنزیم ها انجام میشه. آنزیم، انزایم، به فارسی بهش میگن زی مایه. مایه نیست، مایه یعنی بن، ریشه، دلیل. زی یعنی زیستن، یعنی زندگی. زی مایه یعنی بن زندگی، دلیل، عامل اصلی زندگی. زی مایه یا آنزیم، انزایم. شما وقتی نفس میکشین یک آنزیمی هست که اکسیژن رو میاد میچسبونه به هموگلوبین، به بدن اکسیژن رسانی میشه، ما زنده میمونیم. شما وقتی پروتئین میخورین یه آنزیمی هست به نام پروتئاز، میاد پروتئین رو هضم میکنه. وقتی چربی میخورین، لیپید میخورین، یه آنزیمی هست به نام لیپاز، میاد اونو تجزیه میکنه، هضم میکنه. وقتی شما در واقع آمیلوز میخورین، کربوهیدرات میخورین، یه آنزیمی هست به نام آمیلاز، تجزیهش میکنه، جذب به بدن ما میشه. وقتی که شما تمام اعمال حیاتیتون، گوارشتون، نفس کشیدنتون، حرکت کردنتون، تنظیم حرارت بدن، تنظیم، همه اینها با آنزیم ها انجام میشه. آنزیم ها چی هستن؟ آنزیم ها یکی از شگفت‌انگیزترین در واقع ترکیبات ارگانیکی هستن که هنوز هیچکی نمیدونه که اینا چجوری کار میکنن. آنزیم ها مثل کاتالیزور عمل میکنن، خودشون در واکنش شرکت نمیکنن، ولی منجر به این میشن که اون واکنش با یه سرعت دیگری انجام بشه. بعضی وقتا سرعت یک واکنش رو در بدن 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر، 1,000,000 برابر، بعضی وقتا میلیون ها برابر سرعت یک واکنش شیمیایی رو در بدن میبرن بالا که اعمال حیاتی در جا انجام بشه. زنده بمونیم. و با کوانتوم تانلینگ این کار رو انجام میدن. چون شما تو هر آزمایشگاهی اگر بخواین سرعت یک واکنش شیمیایی رو ببرین بالا، حرارت رو با تغییر بدین، فشار رو با تغییر بدین، کلی چیزا رو با تغییر بدین، شاید 5%، 10%، 20% بتونید یه درصد مشخصی تو یک محدوده ای سرعت یک واکنش رو ببرین بالا. شما نمیتونید در آن واحد میلیون ها برابر سرعت یک واکنش رو ببرید بالا بدون اینکه فشار وحشتناک یا افزایش حرارت عجیبی داشته باشین، بدون اینکه هیچ آب از آب تکون بخوره، در جا سرعت واکنش ها رو به میلیون ها برابر افزایش بدین. آنزیم ها این کارو میکنن و اینطور ما زنده میمونیم. و آنزیم ها چجوری این کارو میکنن؟ با کوانتوم تانلینگ، تونل زنی کوانتومی. یعنی این پروتون اینجاست، لحظه بعد دیگه اینجا نیست، لحظه بعد این پروتون یه جای دیگه در اون در واقع ترکیب شیمیایی است. طول نمیکشه، در آن واحد واکنش های انجام میشه که بسیار بسیار زمان بر هستن. و در واقع آنزیم ها که حیات رو پشتیبانی میکنن، یعنی زنده هستیم به دلیل عملکرد آنزیم ها.
به این دلیل، بخشیش به این دلیله. بدن ما یک ساختار کوانتومیست، یک مکانیزم کوانتومیست. و یه نکته دیگه هم داشتیم اگه یادتون باشه، اونم این بود که ذرات کوانتومی در واقع ذره هستن ولی ذره نیستن، یعنی ذره هستن ولی ذرات مستقل و بنیادین و اصیل نیستند، بلکه یک بخشی از یک میدان هست. یادتون هست این بحث رو؟ یک بخشی از یک میدان هستن، یک میدان، میدان. و در فیزیک امروزی جهان ساخته شده از میدانها، میدانها. اینو من دارم تکرار میکنم، آگاهانه دارم تکرار میکنم. تک تک الکترون هایی که در بدن هر یک از ما الان هست، این الکترون ها هر کدومشون نمود لحظه ای میدان الکترونی هستن. یک میدانی هست، میدانی هست، اسمش میدان الکترونیست. میدان ها پدیده هایی بودن سیال، پدیده هایی بودن سیال، ابر مانند، که در تمام فضا گسترش پیدا کردن، کل فضا رو پر کردن، نه فقط فضای درون بدن ما یا این سالن رو یا این در و دیوار رو، کل فضا یعنی کل کیهان، کل فضا. و هر یک از این میدان ها، هر یک از این موج ها در هر نقطه از مکان و هر لحظه از زمان دارای مقدار مشخصی است که بهش میگن یک ذره. در واقع یک الکترون، یک الکترون خودش اصیل و بنیادی و مستقل نیست، نمود میدان الکترونیست. یادتون هست اینو؟ ذرات در آن واحد میتونستن هم ذره باشن هم موج باشن، هم ذره باشن هم موج باشن. یه سری ویدیو من آماده کرده بودم برای امروز که حالا امکانشو نداریم متاسفانه امروز، و جلسه بعد اگه شد، کلا 5 6 دقیقه است، جلسه بعد اگه شد نمایش میدم بهتون، توضیحش میدم، حالا بدون تصویر امیدوارم بتونم بحثو منتقل بکنم. ببینین یه آزمایشی انجام دادن تحت عنوان دابل سلیت اکسپریمنت. دابل سلیت یعنی دابل، یعنی دوتا، سلیت یعنی شکاف. این آزمایش اینجوری بود خلاصش، یه منبع نور رو گذاشتن اینجا، فکر کنی یه نور افکن رو گذاشتن اینجا توی اتاق تاریک، یه نور افکن گذاشتن اینجا و یک صفحه حساس به نور هم این جلو. بین این صفحه حساس به نور و این منبع نور اومدن یه تیغه کشیدن، بستن اینجا رو و روی این تیغه دو تا شکاف باز کردن. واضحه تا اینجا؟ پس این نور وقتی میخواد بتابه، نور از این دو تا شکاف فقط میتونه عبور کنه و بیفته روی اون صفحه پشتی. و وقتی که این کارو کردن، انتظار داشتن که نور از این دو تا شکاف تابش پیدا کنه و روی اون صفحه پشتی دو تا خط عمودی دیده بشه، در صورتی که نور به گونه ای رفتار کرد که تصویری که روی اون صفحه پشتی افتاده بود یه تصویر تیره روشن، تیره روشن، تیره روشن، تیره روشن بود، کل اون صفحه پشت رو پر کرده بود. این اتفاقی که عرض کردم یک الگوی شناخته شده است که بهش میگن الگوی تداخلی یا interference pattern، الگوی تداخلی امواج. این همینو شما در امواج دیگه هم میبینین. اگر شما فرض کنین که ما یه مقدار آب رو از یه کانالی بفرستیم به سمت یه استخر بزرگ یا یه حوضچه بزرگ، یه دریاچه، از این ور که آب داره میاد، جلوی آب رو ببندیم، فقط دو تا شکاف باز بذاریم، این اتفاق میفته که آب وقتی از این دو تا شکاف عبور میکنه،
از هر شکاف موج حلقوی برمیداره، انگار شما یه آجر رو انداختین تو آب. اونجا آجری که میندازین تو آب، دیدین موج حلقوی برمیداره آب؟ حتما دیدین. همه وقتی ما دو تا شکاف داشته باشیم، یعنی آب از هر دو وارد بشه، اون ور این مانع این اتفاق میفته که دو تا موج حلقوی دیده میشه. جلوی این شکاف یه موج حلقوی داره باز میشه، جلوی اون یکی شکاف که آب اومده تو یه موج حلقوی باز میشه. نقطه ای فرا میرسه که اون موج حلقوی اونوری با این موج حلقوی اینوری اینا میرن تو هم. اینو میتونین به سادگی تست کنین. میتونین دو تا دونه سنگ بردارین، دو طرف یه حوضچه آب یا یه استخر بندازین تو آب. درست اونجایی که اون سنگا میرن تو آب موج حلقوی ایجاد میشه. نقطه ای میرسه که این دوتا موج حلقوی راست و چپ میرن تو هم. واضحه؟ اونجایی که اینا میرن تو هم رو اگر نگاه کنید، فیلمش موجود هست، جلسه بعد خواهیم دید، اینا وقتی تو هم میرن این موجها یک الگوی خاصی ایجاد میکنن از تداخل این امواجه. متوجه هستین؟ اون شکل لوزی لوزی خاصی که داره بزرگ میشه رو بهش میگن الگوی تداخل امواج، interference pattern یا الگوی تداخل. به این دلیله، به این دلیل اسمش رو این گذاشتن. و بعد وقتی این توی هم میره، یه جاهایی این امواج حلقوی که به هم میخورن رزونانس ایجاد میکنن، همدیگر رو تشدید میکنن، بیشتر میشن. یه جاهای دیسونانس ایجاد میکنن، همدیگر رو خونسا میکنن. این موج وقتی که میره میخوره به دیواره استخر اونور، شما میبینی یه جاهایی از دیواره استخر بیشتر خیس شده، یه جاهایی کمتر، یه جاهایی بیشتر خیس، صاف نیست. متوجه شدین چی شد؟ این همین اتفاق برای نور میفته. این منبع نور رو که روشن میکنن، این ورم یک سطح حساس به نور هست، اون وسط رو اومدن یه تیغه کشیدن با دو تا در واقع شکاف. نور وقتی از اینجا رد میشه مثل دو تا نوار پهن روی اون صفحه پشتی نمیفته، به اون شکلی میفته روی صفحه پشتی که انگار به شکل موج عمل کرده و این امواج از این دو تا شکاف عبور کردن و این امواج رفتن تو هم و اون دیواره پشتی رو به شکل مواج روشن و خاموش کرده. واضح هست؟ این سوال پیش اومد که اگر ما منبع نور رو روشن میکنیم، ذرات فوتون شلیک میشن، خب باید از شکاف عبور کنن و مثل یه خط صاف بیفتن اون پشت دیگه. چرا اینا مثل موج عمل میکنن؟ چرا اینجور عمل میکنن؟ اومدند یه کاری کردن، اومدن ذرات رو مورد مشاهده و اندازه‌گیری قرار دادن، اومدن ذرات رو مورد مشاهده قرار دادن ببینن ذرات چیکار میکنن. به محض اینکه تو این اتاق تاریک که این منبع نور اینجاست، این صفحه شکافدار اینجاست و اون صفحه حساس اون پشته، اومدن یه دوربین اینجا گذاشتن ببینن که این ذرات چجوری حرکت میکنن که اینجوری میشه. به محض اینکه این دوربین رو گذاشتن، یعنی یک آبزرور، یک مشاهده کننده اونجا مورد سنجش قرار داد رفتار ذرات رو، یه اتفاق عجیب افتاد. منبع نور رو که روشن کردن، این صفحه فیلمی که این پشت بود دوتا نوار روشن رو نشون داد، رفتار فوتون ها تغییر کرد. یعنی وقتی که اینها رو مورد اندازه‌گیری قرار، مورد سنجش قرار دادن، رفتار فوتون ها رو ببینن اینا چجوری، فوتون که یک ذره کوانتومی که چجوری مثل موج آب عمل، چجوری مثل موج چرا عمل میکنه، چه اتفاقی میفته. وقتی دوربین گذاشتن اونجا، یک دستگاه سنجش اندازه‌گیری اونجا قرار دادن، متوجه شدن که وقتی منبع نور رو روشن میکنن، اون پشت دیگه اون موجه وجود نداره، اون پشت دو تا نوار روشن، دو تا خط عمودی میفته اون پشت. بعدش اومدن این دوربینه رو برداشتن،
دستگاه اندازه‌گیری و سنجش رفتار فوتون‌ها رو حذف کردن، برداشتن. دوباره اومدن منبع نور رو روشن کردن. دیدن اون پشت دوتا خط نمیفته، موج ایجاد میشه. دوباره یه دستگاه گذاشتن اینجا، مورد سنجش قرار دادن، موجی در کار نبود. دوباره رفتار ذرات شد ذره، اینجا دوتا خط نوری افتاد. و بعد یه کار جالب کردن، یه بار همه تجهیزات رو چیدن، این دوربینا و این دستگاه اندازه‌گیری رو گذاشتن اینجا، و قبل از اینکه منبع نور رو روشن کنن خیلی آهسته رفتن اون پشت و از برق کشیده قطع کردن دستگاه سنجشو. رفتار موج دوباره دیده شد، یعنی ذرات میفهمن که داری نگاهشون میکنی یا داری نگاهشون نمیکنی، نمیتونی گولش بزنی. حتی اگه یواشکی بریم اون دستگاه ها رو برق بکشیم، کسی واقعا نگاه نمیکنه که، و ذرات به شکل موج عمل میکنه. ولی وقتی ذرات رو نگاه میکنی به شکل ذره عمل میکنه. به این میگن، بهش میگن observer effect، اثر مشاهدگر. ذرات در آن واحد ذره هستند و موج هستند. به این میگن wave particle duality، دوگانگی موج ذره. بدن شما یک بخشی از این میدان بیکرانه. از این منظر همه با هم متصل هستیم، نه فقط ما انسان ها، ما موجودات دیگه، جانوران، درخت ها، سنگ ها، سیاره زمین، صندلی که روش نشستیم، در و دیوار و هوایی که استنشاق میکنیم، همه چیز در هستی به هم وصله، متصله. در فیزیک کوانتوم به این میگن interconnectedness. اولین بار 1943 میلادی دیوید جوزف بوهم، فیزیکدان امریکایی، اینو مطرح کرد. به این میگن interconnectedness، پیوستگی ذاتی اجزای هستی، یعنی در یک سطح لطیفتری از واقعیت فیزیکی، من، شما، بقیه و همه چیز به هم وصله، همه چی به هم پیوسته است، ساختار واحد داره کل هستی. interconnectedness یعنی به هم پیوستگی ذاتی اجزاء هستی، همه اجزاء هستی. درسته که در سطح ظاهری ما ها از هم جدا هستیم، ما ها مستقل هستیم، مثل الکترون ها که ظاهرا از هم جدان، همه مستقلن، ولی واقعیت اینه که مستقل نیستند و از هم جدا نیستند. اساسا هیچ چیز جدایی از این منظر وجود ندارد، وحدت حاکمه در کثرت، وحدت حاکمه. همه چیز از یک ساختار واحد متجلی شده، از یک میدان واحد متجلی شده همه چیز. و در واقع ذرات که این خصوصیت رو دارن که هم میتونن ذره باشن هم میتونن موج باشن، این نکته خیلی مهمه، اینی که میخوام بگم خیلی مهمه، بهش میگن observer effect، اثر مشاهدگر. اثر مشاهدگر، observer یعنی مشاهده کننده، observer effect یعنی اثر مشاهدگر، اثر ناظر، اثر مشاهده کننده. در واقع اینشتین یه جمله جالبی داره، میگه که هر سامانه کوانتومی در هر لحظه پتانسیل ذره بودن و موج بودن رو همزمان در خود دارد، این که به شکل ذره نمود مییابد یا به شکل موج عمل میکند وابسته به ناظر است. نگاه ناظر هست که شکل واقعیت رو تعیین میکنه، نگاه ناظر شکل واقعیت رو تغییر میده. اینجا وقتی ذرات رو نگاه میکنیم، ذرات رو مورد ارزیابی، مورد سنجش، مورد اندازه‌گیری
قرار میدیم، همون دابل اسلیت رو که عرض کردم خدمتتون، و منبع نورمون رو روشن میکنیم، ذرات به شکل دونه دونه، ذره ذره، نور به شکل دونه دونه، ذره ذره، پاکت پاکت رفتار میکنه. به محض اینکه انگار ما چشمون رو باز کنیم، ذرات هستن. چشم میبندیم، چیزی اونجا نیست، یک میدانه که به هر شکلی میتونه باشه. بعد شما چشمتون رو باز میکنین، ذره است. میبندین، هیچی نیست. باز میکنین، ذره است. وقتی این مطرح شد، یکی از افرادی که خیلی خیلی اولش چیز بود با این قضیه، آلبرت اینشتین بود. میگفت یعنی چی؟ یعنی وقتی که من پشتم به ماه، ماه نیست. وقتی من نگاش میکنم هست، نگاش نکنم نیست. یعنی من رومو برگردونم، ماه اونجا نیست، هست یا نیست بالاخره. و بعد متوجه این شدن که حتی وقتی که شما نگاه نمیکنین، یک کس دیگه نگاه میکنه. و اگر هیچ کس دیگه ای نگاه نمیکنه، یک یونیورسال ابزرور وجود داره، ناظر جهانی. بعداً راجبش صحبت میکنیم، یکم جلوتر صحبت میکنیم. جانم کدومو تکرار کن؟ جمله اینشتین. اینشتین میگه که در هر سامانه کوانتومی همواره امکان رفتار ذره و موج همزمان وجود دارد و این بسته به نگاه ناظر تغییر میکند. به این میگن observer effect، اثر مشاهدگر. راجب ناظر جهانی یه کوچولو باید صبوری کنیم، یه کمی باید صبوری کنیم. من باید چند تا مطلب دیگر رو بگم که بتونم اونو توضیح بدم. یه کوچولو باید صبوری کنیم. جانم اصفایی بکنم اصفایی که میخواهد مشاهده بکنیم، خب ما زمانی که در تنالانی داریم مشاهده میکنیم بدنمون رو، منتظر چه رفتاری هستیم؟ چه اتفاقی با تو بدنمون میفته وقتی مشاهده میکنیم این احساسات رو، جرممون رو، لطافت تنفسمون رو، و زمانی این کار انجام نمیدیم، تفاوتش میشه به تن توضیح بده؟ بله، چشم. ببینین، یکی از روش‌های قدیمی که در واقع ازش استفاده می‌کردن برای درمان، برای خود درمانی، درست ترش اینه، این بوده که میتونستن یک عضو رو به طور دقیق مشاهده کنن. مثلا معده‌ام درد میکنه، آیا من میتونم معده رو به طور دقیق با جزئیات مشاهده کنم؟ مشاهده یعنی چی؟ یعنی آگاه بودن، یعنی بی‌واسطه حس کردن، یعنی درک مستقیم داشتن. یکی از کاربردهای خیلی ساده مشاهده بدن اینه که شما میتونین انرژی هر عضو رو عوض کنین و این قابل اندازه‌گیریه. این قابل اندازه‌گیری، این یک مهارته. افرادی که این مهارت رو دارن، پیچیده هم نیست، تمرین میخواد، اصلا پیچیده نیست، نبوغ نمیخواد، کار عجیبی نیست، کار سختی نیست، هیچی نیست، کمی تمرین میخواد. مثلا فرض کنین که وقتی آدم رو پشت اسکنر بایوفوتونیک قرار بدیم، یا پشت در واقع حوزه های انرژی بایوفوتونیک و الکترومغناطیسش رو مورد اندازه‌گیری قرار بدیم، اگه در یک نقطه دچار دیپلیشن یا کنجسشن باشه، اختلال انرژیک داشته باشه، این مهارت رو داشته باشه، میتونه بشینه و در عرض چند دقیقه یا شاید بیشتر از چند دقیقه، بستگی داره به درجه مهارت اون فرد، با مشاهده کردن یک عضو و در واقع مستقر شدن در اون منطقه، که منجر به این میشه که بلافاصله، یعنی واقعا بلافاصله، انرژی و ارتعاشات اون عضو همون آن، اصلا همون جا، همون لحظه شروع به تغییر میکنه و اون دیپلیشن یا کنجسشن به حالت نرمال برمیگرده. ولی این مهارت وقتی به دست میاد که شما در امر مشاهده
بتونید مهارت پیدا کنید. امروز اگه دقت کرده باشین، من یه نکته آخری رو، یه بخش آخری رو اضافه کردم، گفتم که بیاین علاوه بر بدن و دم و بازدم، یه قدم کوچولو لطیف‌ترش رو هم حس کنیم. لطفاً همین الان بدونی که چشما رو ببندین، بدونی که هیچ کاری بکنیم، بدونی که هیچ مراقبه‌ای بکنیم، اصلا بدونی هیچی، همینطور که من ایستادم شما نشستین، نفستون رو حس کنین. همین الان نفس رو تغییر ندین، هم حس کنین، فقط آگاه باشین، مشاهدهش کنین. همین جریان هوای لطیفی از ورودی بینی از اینجا وارد میشه، میاد تو مجاری بینی، میاد بالا حلق و ریه ها رو پر میکنه. همینو حس کن، الان حس کنین، مشاهده کن، یعنی بهش آگاه باشین. آگاه باشین بهش. همینطور که نشستین بدون هیچ کار خاصی با چشم باز، دم رو کمی عمیق‌تر بگیرید و حبس کنید. عمیق‌تر یعنی و حبس، نذارید بیاد بیرون، حبس کنید، نگه 5 ثانیه بیشتر نه، لازم نیست. و بعد بازدم، بازدم عادی، بازدم راحت. دوباره همون کار رو بکنین، دم رو کمی عمیق‌تر بگیرین، حبس که می‌کنین کل بدنتون رو از درون احساس کنین. چند بار این کار رو انجام بدین. همین الان اگه یه اسکنر بایو فوتونیک اینجا داشتیم، شما رو میذاشتیم پشت اون اسکنر بایو فوتونیک، میدیدین که طول موج و فرکانس هاتون بلا فاصله تغییر میکنه، انرژی ها تغییر میکنن. کسی تونست حس کنه اینو؟ بله؟ میشه حس کرد. حالا شما همین کار رو یکم بیشتر تمرین کنین، تکرار کنین. میتونین به اراده اینو بیارین توی سرتون، میتونید بیاین تو سر همین الان با همین کار انجام بدیم. این کار ساده است. دم که میگیرین احساس کنین که انگار هوا داره میره توی مغز. ما میدونیم که هوا توی مغز نمیره، هوا که تو مغز نمیره که، شما دم میگیرین هوا میره تو ریه، هوا که تو مغز نمیره که، ما میدونیم اینو. ولی همین الان وقتی دم میگیرین احساس کنین، تصور کنین، حس کنین که انگار وقتی دم میگیرین هوا از اینجا میره تو مغز و تو مغز حبسش کنین. ببینین مغز چجوری تغییر میکنه. 5 تا نفس اینجوری با هم بگیریم همین الان. حبس رو طولانیش نکنین، حبس خیلی طولانی نشه، فشار نباید بیاره، 5-6 ثانیه بس. تونستین احساس کنی؟ تغییرات رو حس میکنین؟ این رو میشه نه فقط در مغز، در قلب، در شکم، در معده، در روده، در مفصل زانو، در هر جای بدن میشه این انرژی رو چرخوند. یکی از فواید واقعی و کاربردی این که ما مشاهده بکنیم چیست؟ اینه. این دیگه ساده ترین و کاربردی ترین در وجه این ماجراست. خب من میخوام خواهش کنم که ما یه تمرین ساده میخوایم با هم انجام بدیم و ما میخوایم ببینیم که این در واقع این که نگاه ما و ذهن ما
آیا واقعا رو واقعیت فیزیکی تأثیر میذاره؟ واقعا؟ میذاره واقعا؟ اینو میخواییم با هم تست کنیم. یه تست ساده است. من توضیح میدم. الان که توضیح میدم شما شروع نکنیم. گوش کنیم. بذارید با هم شروع میکنیم. بذارید با هم شروع میکنیم. میخواییم ببینیم آیا واقعا چنین چیزی امکان پذیر است یا خیر؟